سروش قهرمانلو هستم، متولد 1356. تو شناسنامه‌ام نوشته تهران، ولی خودم میدونم مشهد به دنیا اومدم. خیلی ممنون. متشکرم. عرض به حضورتون که از قدیم گفتن که با یه دست نمیشه چند تا هندونه برداشت، ولی اخیراً معلوم شده که چرا میشه. کار من خوانندگی میکنم، مجبور شدم. نوازندگی ساز میکنم، ستار الکتریک، ستار، دوتار، تار. و به حضورتون عرض بکنم چند وقت پیش تو تابستون هنرپیشه تئاترم شدم. حدود یک ماه پیش من برگزار کننده یک گالری خیلی بزرگی بودم از ماسکای ساحل آجی و من مشاور ارشد بخش فرهنگی سفارت ساحل آج در ایران هم هستم. پس میشه. این ضرب المثل لزوما همش درست نیست. اما چون که عادت ندارم بدون کلا. مرسی، ممنون. به حضورتون عرض کنم که من حدود سالهای دهه 60، مثلا بهتون بگم 65 اون طرف ها بود که به قول ماها فلکه راهنمایی اونجا یه مرکزی بود به نام رشد. من اونجا میرفتم و سولفج کار میکردم. اون موقع مشهد اصلا از این خبران نبود. پیانوی این کنار بودش که اون رو هم درش رو قفل کرده بودن، اصلا نبود نزدیکش میشدیم. و ما اونجا نشسته بودیم و میگفتیم دو دو ره ره و فقط همین. فکر میکردیم داریم کار موزیک انجام میدیم. من خیلی علاقه زیادی داشتم به گروه دپچ مود و خیلی دوست داشتم که سنتیسایزر یاد بگیرم، کیبورد بزنم. میرفتم فلکه سراب، اونجا پشت ویترین شاید یه دونه پیدا میشد، مثلا این دو طبقه بود، خیلی کیف میکردیم. دو طبقه است. و علیرضا اون چیزایی که میخواستم بگم عوض شده. بعد هیچی، ما به پدرمون میگفتیم که من میخوام سنتیسایزر کار کنم. پدرم بهم میگفت نه، تو با سنتور کار بکنیم. بالاخره ما به توافق نرسیدیم. یه روز اومد خونه، یه دوتار دستش بود، گفت بیا اینو بگی، فردا باید بریم قوچان پیش محمد یگانه، اونجا باید بری ساز یاد بگیر. و من میرفتم اونجا پیش محمد یگانه و ساز کار میکردم سینه به سینه. نه نوتی بود، نه ضبط صوتی بود، نه هیچی. من همینجا باید یاد میگرفتم. خلاصه هدف بعدی در نظرم جلال ذوالفنون خیلی برای من اسطوره بزرگی. والا دوست عزیزم میگه من اسطوره موسیقی ایرانی هم، من هیچی نیستم توی موسیقی ایرانی. من فقط یه چند پتانسیلی هم. بعد به حضورتون عرض کنم هدف شد جلال ذوالفنون و من از مشهد سوار اتوبوس می شدم با پول خودم 14 ساعت می رفتم کرج و اونجا نیم ساعت کلاس استاد ذوالفنون رو درک می کردم. دوباره سوار اتوبوس می شدم 14 ساعت، همون روز برمی گشتم مشهد و این ماجرا 15 سال طول کشید. هدف بعدی من، و من هی برای خودم هدف گذاری میکردم، هدف بعدی من این بود که در کنار استاد ذوالفنون رو صحنه برم. رسیدم. هدف بعد این بود که با استاد ذوالفنون آلبوم بدم، اثری بدم، بله کتاب باش نوشتم، باش آلبوم تصویری دادم. اولین آلبوم تصویری ایران رو من با ایشون دادم، در کهریزک اجرا کردیم و آلبوم موسیقی دادم. خلاصه میدونیم در کنار هر استاد بزرگی که در موسیقی ایرانی یا در هر رشته دیگه ای هست، حواشی خودش رو هم داره و این حواشی عرصه رو برای فعالیت من با استاد ذوالفنون یک کمی تنگ کرد و یک کمی عرصه رو سخت کرد برای پیشرفت من. روزی استاد اومد گفت این حاشیه‌ها دیگه نمیذاره من با هم دیگه بتونیم کار بکنیم و یه مدتی نباش، یه مدت بعدش با انرژی بیشتر، با ایده تازه وارد ماجرا شو. فکر متحورانه ای بود که و کار سختی هم بود. همه دوستان، خانواده همه میگفتن که نکن، هر جوری میتونی کنار استاد ذوالفنون بمون، نرو. ولی من به استاد گفتم که استاد با تمام ارادتی که دارم من یا میمونم
همیشه میمونم یا میرم و دیگه کارم رو به شکل مستقل ادامه میدم و دیگه بازگشتی در کار نخواهد بود. این شکسته. رفتم. سال قبلش من 80 تا اجرای صحنه‌ای داشتم، هم از لحاظ مالی ازم خیلی خوب بود، هم از لحاظ اعتباری، هم از لحاظ هنری، و امسال فقط 5 تا اجرا داشتم. خیلی فاجعه بود، خیلی سخت بود. سخت بود. نه اینکه نمیتونستم اجرا بکنم، نه، از من چیزی رو انتظار داشتن که از استاد زلفران انتظار داشتن. من الان فکر خودم رو داشتم، من الان آهنگ خودم رو داشتم، من شکل و شیوه نگاه خودم به موسیقی ایرانی رو داشتم و نمیخواستم همون مسیر رو ادامه بدم. بنابراین من پیشنهادهای کنسرت رو رد میکردم، چون از من چیز دیگه ای رو میخواستم، از من خودم رو نمیخواستم. به ذهنم رسید که ایده کودکیم بود، من اون صداها رو هم دوست داشتم، ولی الان میخواستم با روب پرده موسیقی ایرانی همراه بشه و در نتیجه ستار الکتریک رو ابدا کردم. برای اینکه بتونم مخاطب خودم رو بسازم از یه فرصتی استفاده کردم، فرصتی که از نگاه همه فرصت نیست و تهدیده. ما در گروه نیوش، چون من عضو گروه نیوش هستم، نمیدونم اولش گفتم یا نه، اومدم یکی اینکه گروه نیوش رو با برادرم که همیشه حامی من بود، گروه نیوش رو درست کردیم و یواش یواش کیکاووس مختاری هم وارد ماجرا شد. اما کار مهمی که انجام دادم این بود که ما طرحی رو دادیم به مترو، مترو تهران، و من برای این کار 11 ماه دوندگی کردم تا بالاخره به نتیجه رسیدم. و نتیجه این بود که ما اولین اجراهای مترو رو می‌خواستیم بریم. همه دوباره به همون میگفتن نکنین، این کار خودکشی هنریه، اما ما انجام دادیم. 5000 نفر رو در 8 شب، در 8 شب، در 8 ایستگاه نگه داشتیم. این اتفاق بارها و بارها پیش اومد، یعنی ما طرح‌های مختلف رو دادیم و مثلا میدون شیخ بهایی برنامه اجرا کردیم، 3000 نفر آدم آوردیم اونجا، موزیکمون اجرا کردیم. از اون تاریخ به بعد بود که نگاهی که نسبت به موسیقی خیابانی بود، که نگاه تکدیگری بود، کنسرت خیابانی مفهوم دیگه ای داشت. الان هم میبینیم مفهوم متفاوتی داره. الان اتفاقی که در خیابون میفته اون چیزی نیست که سالها پیش میفتد. اما نکته اصلی من اینه همه این تهدیدها میتونه برای ما فرصتی باشه. برای هنرمند مستقل فرصت هست. من حرفم با مستقل هاست. اونایی که تهیه کننده دارن خب مشخصه، قراردادهایی رو امضا کردن و در همون چارچوب باید جلو برن. اما صحبتم سر کسانی هستش که مستقل هستن و اگر قرار باشه موسیقی مستقل پیش بره و اگر قرار هنر مستقل پیش بره، بایستی دقیقاً در شرایط ناگوار کار خودش جلو ببره. دوستی چند روز پیش از من پرسید که تو این شرایط سخت اقتصادی که دیگه فروش سی دی در کار نیستش چیکار میکنه؟ گفتم دقیقاً وقتش همین الانه، چون این شرایط سخت فقط برای من نیست، برای اونی که تهیه کننده داره و رانت تهیه کنندگی رو هم داره سخت هست. الان من با استفاده از خلاقیتم میتونم شرایطی رو پیش بیارم که، چون این رانت قبلی شکسته و هنوز یک گپی فاصله هست تا رانت بعدی، الان وقتش هستش که من پامو بذارم رو گاز. برای اینکه جلو بریم چند تا پارامتر وجود داره. 1، خلاقیت. 20% خلاقیت. 2، روابط عمومی، همونطور که دوست عزیزمون قبلش گفت. بایستی توانایی اینو داشته باشیم که روابط اجتماعی خوبی داشته باشیم. اما بقیهش کار، کار، کار. تا وقتی کاری انجام ندید چیزی برای نمایش نیست. به حضورتون عرض بکنم که همیشه یاد گرفتم که از دست بدم تا به دست بیارم. شما لیوانتون پر چایی هست، میخواین توش آب بریزین، قهوه بریزین، کوکاکولا بریزین، تا اینو خالیش نکنید نمیتونید توش
اون نوشیدنی بعدیتون رو بریزین، باید خالیش بکنید. این رنج از دست دادن رو بایستی بپذیریم، همونطوری که توی این روندی که گفتم این رنج رو براتون نمایشش دادم. اما میگه ز سرمستان بزم ما طریق عاقلی کم جو، ز ما مستی و رندی جو، که هم مستیم و هم قلاش. قلاش یعنی در نهایت عاشقی. قرار بود من امشب براتون ساز بزنم، اما میدونیم مشهده و همیشه میگن 10 دقیقه مونده بود که یه هایی گفتن نمیشه، ما میگیم باش قبوله همیشه این 10 دقیقه. اما یه نکته رو من خدمتون عرض کنم، مرسی، یه نکته رو خدمتون عرض بکنم یه نکته رو من خدمتون عرض کنم. موسیقی برای من و برای موزیسین ها چیز نیستش، این نیستش که من بگم تمام خودنمایی که در موسیقی هست اون نیستش که شما احساس میکنین که الان این داره میزنه خب دیده میشه. اما نکته اینجاست که موسیقی حکم دارو داره برای شنونده، و خب این دارو گاهی هست گاهی نیست. ما چند سال پیش حدود فکر میکنم 1 سال پیش تابستون در سرای کارتون خوابا در مشهد من موسیقی اجرا کردم برای دوستانی که اومده بودن اونجا تا از رنج اعتیاد دور بشن و از کارتون خوابی دور بشن و به هر حال سر و سامونی پیدا بکنن. ما کار خودمون رو میکنیم، حالا چه 10 دقیقه قبلش بگین بزن چه بگین نزن. سلامت باشین، زنده باشین.